کمیسیون مستقل انتخابات از موفقیت 92% روند انتخابات در کشور اطمینان می‌دهد. اما نامزدان مجلس نمایندگان، نهادهای انتخاباتی، شمار از جریان‌های سیاسی و کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی از تخطی‌های جدی در این روند پرده برمی‌دارند و خواهان جداسازی آرای تقلبی از آرای پاک هستند. مأموریتی که نیازمند مدیریت سالم کمیسیون‌های انتخاباتی دانسته می‌شود. دیده شود که کمیسیون انتخابات به این خواست‌ها پاسخ داده می‌تواند یا خیر. بیننده‌های عزیز سلام، به برنامه پارلمان 97 از خورشید خوش آمدید. مهمانانم در بحث حاضر آقایان شیوای شرق، نامزد مجلس نمایندگان از حوزه کابل، و آقای متی‌الله ابراهیم‌زی، آگاه امور انتخاباتی. مهمانان گرامی، به بحث بسیار زیاد خوش آمدید. آقای شرق، می‌خوایم بحث با شما آغاز بکنیم، چون شما هم به این روند داخل بودین. واقعا ادعای را که کمیسیون مستقل انتخابات میکنه که 92% این انتخابات موفقیت بدون بال داشته، امیر این شکل است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درود خدمت آقای ابراهیم زی. جناب شما بینده های محترم برنامه تان، ممنون از همه کسانی که پای صندوق رای رفتن و به گونه ای تا جایی که ممکن بود بالای نمایندگانشان اعتماد کردن، خصوصا بالای این فقیر. ما میخوام بگم که انتخابات افغانستان واقعا افتضاح بود. یعنی هیچ گونه مدیریتی در این انتخابات دیده نمیشد. قرار بود سایت هایی که 7 بجه رایگیری شروع شود، ساعت 10 بجه شروع شد و بعد از اینکه کارکنان دی اف سی و کارکنان سایت محلی آغاز به تقسیم مواد حساس کردن، یک جا تاپه نبود، یک جا فیرس رای دهنده ها نبود، یک جا ورق منظم نبود، تا یک ساعت دیگر یا نظم نگرفتن. پس از اینکه اینا نظم داره که کمیسیون مطرح میکنه، میگه دروغ محض، نگرانی ها و چالش ها حداقل در 8% بود. دروغ محض است. این کمیسیون واقعا ثابت کرد که ظرفیتی برای مدیریت انتخابات افغانستان را نداره. بدتر از اون کمیسیونی گذشته ای که مردم افغانستان تجربه کردن، مرد آمده با تذکیره استیکر خوردهش در محلی که بد رای بده، نامش اونجا نیست، نامش هست عبدالعلی، امی عبدالعلی نوشتهش عبدالعلیم، نام پدر و نام پدرکلان سر میخره، کود سر میخره، حق نداره که رای بده. این کاسته ها بسیار کاسته های اندک، ولی از همه مهمتر موقعی که آرا به صندوق ها ریخته شد و از هر نامزدی به تعداد 100-150 نفر ناظر اونجا بودن، در سایت هایی بوده که ناظرین ده کاملا بیرون زدن، آرا گرفته مثلا یک نامزد 30. به گونه مثال، من خودم به عنوان نامزد در مکتب صوفی اسلام در پهلوی دانشگاه کابل، 30 رای 4 ناظری ما به من اطلاع دادن، 30 رای ما در همون جا دارم، ولی سب در ورقی که نفر کمیسیون رسانده 2 رای به من رسانده. مستی از هزارها رای واقعا قربانی یک تقلب شده. این کمیسیون به نظر من اگر به بازشماری آرا نره و آرایی که غیر بایومتریک است و بایومتریک نشده واقعا باطل نشه، اعضای این کمیسیون از زمین اکنون من میگم که هرچند تیغ کینشان بالای بسیاری ها تیزه است، از زمین اکنون میگم باید محاکمه شوند و اینا پاسخ این کوتاهی بزرگ ملی خود را حداقل تصمیمی را که کمیسیون مستقل انتخابات در روز رایدهی گرفت، حداقل تصمیمی را که به تاریخ 28 میزان گرفتن که افرادی که میخواین رای بدن و ماشین خراب است میتونن که بدون استفاده از بایومتریک رای بدن. یعنی سرنوشت اون آرا چی میشه؟ اینا این تصمیم را در حد کنفرانس مطبوعاتی خود گرفتن، با تمام دی اف سی ها و ناظرین سایت ها و مسئولین هر محلی رای دهی امی آگاهی را ندادن. از طرف دیگر تمدیدی وقت رای دهی در بسیاری از سایت ها و هم در ولسوالی ها و در مناطق دور از نظارت فیفا و تیفا و نهادهای بین‌المللی و ناظرین انتخابات، اعضای مجلس نمایندگان، کسانی که نامزد بودند دور از نظارت ناظرینشان، این خلاف اون قانون انتخابات و در عین زمان مهندسی کردن انتخابات است. با صدها سایت رای دهی حتی در کابل، چی رسه به دوردستهای افغانستان، صندوق با برگه آرا کاملا در اختیار یک پلیس بود و کاندیدایی که پیسه توزیع میکرد و در اون داخل واقعا صندوق پر میشد، دیگر ناظرین در بیرون بودن، کسی حق دسترسی نداشت. من میخوام بگم که این ادعای کمیسیون مثل شعارهای آقای غنی و شعارهای امین آقای سیاد و مسئولین کمیسیون دروغی بیش نیست و مردم فریبی بیش نیست و متاسفانه این کذب محض است. تشکر آقای ابراهیم زعیب. به اساس تجربه را که شما در بخش انتخابات دارین، واقعا کمیسیون مستقل انتخابات ادعای را که میکنن که 92% این انتخابات با موفقیت همراه بوده و تنها 8% کاستی ها در اینجا وجود داشته، میپذیرین؟ بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و عرض ادب خدمت شما آقای شرق و بینندگان محترم شما. ما در رابطه با این مسئله باید بگویم که بجز از یک تبسم یا لبخند چیزی بیش ندارم به ادایشان. در قدم نخست ما از تمام مردم افغانستان که در شرایط بسیار سخت و ناگوار حاضر شدن رفتن به پای صندوق های رای و به نامزادان مورد نظرشان رای خود را ریختن تشکر میکنم و این امر واقعا 100% موفقیت است که مردم افغانستان با در نظر داشته چالش های امنیتی و هزاران مشکل دیگه که فرارایشان بودن رفتن به طرف صندوق های رای و رای خود ریختن. اما متاسفانه 50% از هموطنان ما را که در زیر سلطه طالبان زندگی میکنند که 50% مراکز بسته هستند توسط ملا هیبت الله از رای باز ماندن و متباقی در 50% که حکومت حاکمیت داره یا امنیتی نسبی است و مردم ما با قبول خطرات رفتن به طرف صندوقهای رای ای توسط ملا گلاجان بز مدیر ضعف مدیریتشان از رای باز ماندن. خب حداقل ادعای را که کمیسیون مستقل انتخابات و ادعای را که مقامات حکومتی میکنن به خاطر مدیریت انتخابات بیشتر روی حضور گسترده مردم تمرکز میکنن. به طور مثال آقای عبدالله میگه که اشتراک گسترده مردم در انتخابات یک حماسه تاریخی بود و از طرف دیگه هم آقای سیاد گفت هرگاه قرار باشه که مدیریت کمیسیون ارزیابی شوه به اساس حضور گسترده مردم در این روند ارزیابی شوه. خب دکتر صاحب عبدالله که مسئله را میگه حضور گسترده مردم به تنگ آمدن از شورای ملی فعلی و تشویق نامزادانی که برای مجلس نامزد هستند مردم ها به پای صندوق های رای آوردن. این دو مسئله است. اگر نه شما اگر مسئله را ارزیابی بکنین کسی که کمیسیون مستقل انتخابات در قسمت آگاهی دهی خود به حد ضعیف و ناتوان است که تا به آخر اینا مسئله بایومتریک را که یا نام میبرن در شعارهای اشتهارات کمپاینی خود نداشتن برای آگاهی همه خود. مسئله بعدی که او دکتر صاحب عبدالله باز به او پافشاری میکنن که حماسه بود، من قبلا هم گفتم که اشتراک مردم یک حماسه بود، اما متاسفانه بعض موارد آقای شرق به او اشاره کردن. مثلا کدام موفقیت بود که شما مواد اساس بامیان به فاریاب به دشت برچی کابل و از دشت برچی کابل را به بامیان بفرستین؟ خب کجا از این موفقیت موارد کمیسیون شکایت های انتخاباتی هم گفت که شکایت ها و تخطی ها به حد جدی است که احتمال از این میره که آرای برخی از مراکز ابطال شوند. اما مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که این تخطی ها به حد جدی نیستند که ما آرا را باطل بکنیم. برادر رای دادن استفاده از حق انتخاب کردن یکی از حقوق اساسی یک شهروند حساب میشه. معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی بنابر دلیل عدم موجودیت نامش در فهرست رای دهندگان از رای دهی باز مانده. مثل ازی صدها مورد است. کجا از این 92% موفقیت بوده؟ من ایران به این هستم به عوض که اینا بیاین از ملت معذرت بخواین خب حداقل یکی از مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات در یک از رسانه‌ها ادعا کرد که کمیسیون مستقل انتخابات نه بلکه احزاب سیاسی بیان از مردم معذرت بخواین. چرا؟ چون سیستم بایومتریک بالای ما تحمل کردن و ما آمادگی لازمه نداریم. ما یک چیز میانه میگم از این احزاب سیاسی ما امین نماینده آقای محقق و نماینده آقای حکمتیار از اینا سوال میکنم که اینا بایومتریک میشناسن به نام تعریف بایومتریک چیزی میشناسن و یا خیر و یا هم بالمقابل کمیسیون مستقل انتخابات دستگاهی را که آورده آیا این واقعا دستگاه بایومتریک است یا تا رای خوب گنجایش وقت برنامه شما نیست؟ اگر کدام تا از یا بسیار لایق است و به یک مباحثه تکنیکی حاضر هستن یا حضور پیدا کنند در اگر رسانه که ما بر از اینا بایومتریک تعریف کنند بایومتریک چی میگن؟ یعنی این دستگاه هایی که استفاده شده بایومتریک واقعی نیست؟ ابدا یا بایومتریک نیست. بایومتریک متریک از شناسایی گرفته شده بایو به دو بود. این یک نوع راجستریشن الکترونیکی است که به دو بود استوار است. فنگر این مکمل انگشتان آیرس اسکن و یا فیشل ریکگنیشن یا چهره ظاهری. کجا از این بایومتریک است؟ حتی فنگر کمپلیت نیست، به دو انگشتی مسئله کار میکرد و او باید آنلاین کار بکنه، او از قبل به دیتابیس مرفی باشه. کجا از این بایومتریک است؟ یا چون حداقل اون سیستمی را که اینا تعریف کردن حداقل موارد را که شما گفتین ظاهرا نیدا ادعا میکنه که داره، یعنی عکس رای دهنده را میگیره، شستش را میگیره، عکس خود موبایل دیتابیس هم داخل عکس شما موبایل شما هم عکس میگیره و شست میگیره. این خود از گاهی بایومتریک نیست؟
آقای محقق قصر روان کرده که بیچاره دیگه وقت تقاعدش است. هر برنامه شما ببینید که یک ریش سفید تقاعدی را آقای محقق روان میکنه و 5 دقیقه بازی میخوره. باز 5 دقیقه بعد یک چیز دیگه میگه. تشکر. یک روز موضوع گیری میکنه، یک روز دیگه موضوع گیری میکنه. چیزی که بسیار مهم است و این است که ما هر قدر پروسه را مغلق بسازیم به مو اندازه فاجعه بالا میره. تشکر آقای برنزی. اصلا مدیریت ضعف مدیریت نه. ما واضح تر بگویم که در همین انتخابات به نام مدیریت چیزی موجود نبود. یک چیزی که موجود باشه باز ما ضعف قوت از اون میتونیم بررسی بکنیم. تشکر. سپاسگزار هستم. بیننده های گرامی یک وقفه کوتاه میگیریم و پس برمیگردیم. با ادامه پارلمان 97 از خورشید خوش آمدید. آقای شرق، بالاخره با این وضعیت راه حل چی است؟ کمیسیون مستقل انتخابات گفته که برخی از مشکلات واقعا وجود داشته و ما این بررسی ها را آغاز میکنیم و قرار است که فردا شمارش آرا صورت بگیره. گفتن که در حضور داشت ناظرین و در حضور داشت ناظرین نهادهای انتخاباتی و جامعه مدنی ما باز شماری میکنیم. این میتونه قناعت نامزدان مجلس نمایندگان فراهم بکنه؟ اگر کمیسیون اعلان کرده باشه که صندوق ها همه ریخته میشه زیر انگرها و همه نامزدان نمایندگانشون باشه، ناظرین بین‌المللی و ناظرین نهادهای ناظری انتخاباتی، این یک راه حل است که یک بخشی از تقلب را و آرای مهندسی شده را کنار میزنه. این خوب است. ادعایی که ما خوب مثلا حداقل با میکانیزمی را که کمیسیون مد نظر گرفته اگر بود که یک میکانیزم چند بودی برای رای گیری بود، یعنی کدام یکش باید معیار قرار بده؟ بایومتریک معیار قرار بده، آرای بدون بایومتریک معیار قرار بده، چگونه تشخیص بده؟ پیشنهادی را که امروز جمعی از نامزدان داشتن و ما آرزومند هستیم که سندی را که ما تسلیم کردیم، در این پیشنهاد سه بخش مطرح شده بود. یک، ناظرین بین‌المللی و ملی و ناظرین کاندیدای مجلس نمایندگان حضور داشته باشند، سه کار صورت بگیره. تمامی آرایی که بایومتریک نشده، حالا بگذاریم از اون چالش‌هایی که این بایومتریک داره و آقای ابراهیم‌زئی اون را مطرح کردن به لحاظ تکنیکیش، تمامی آرای بایومتریک نشده باید باطل اعلان شوه. خب این خاص دیگر... جریان‌های سیاسی هم داشت. بله، بس امی امروز من در جریان چند جلسه اینا بودم. بس دیگر این است که بازشماری آرا صورت بگیره، تمامی قلمخور و دستبردی که در آرای واقعا یک تعداد شده، این مشخص شود که از کدام هنگر، از کدام صندوق چند رای به نام کی بدر میشه. این یک طرف. طرف دیگر این است که خود کمیسیون واقعا بپذیره که در پروسه مدیریت ضعیف بوده و نهادهای معتبر ناظری بین‌المللی و ملی که واقعا میتونن امانت را به امانتدار بسپارن، اینا موضع‌گیری اساسی خود را داشته باشند و بعد در پروسه نظارت و بازشماری آرا گزارش واقعی را اینا برون بتند. خب حداقل خواستی... تا اکنون که کمیسیون نپذیرفته ضعف خب مدیریت نپذیرفته، این خودش یک تقلب است. ضعف مدیریت دیگه چی میگن؟ وقتی آقای دکتر عبدالله غیر قانونی رای میده وقت براش نمیرسه، معاون کمیسیون در نامش در فهرست نیست، در فهرست نیست معاون کمیسیون، مقامات دیگر هم به تاخیر رای میدن، در پایتخت افغانستان مواد حساس منظم نیست و یک طرف میری که مواد خب حداقل امروز ادعاهایی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات مطرح شد گویایی که تهدیدات امنیتی وجود داشت، این استدلال میتونه واقعا قناعت بخش باشه با مواردی که شما اشاره کردید که حداقل در کابل وجود داشت؟ تهدید امنیتی بالای مردم شجاع افغانستان بود. پس از انفجار همین مردم باز با تمام شجاعت صف بسته بودن که رای بدن. کارمندان کمیسیون در داخل محل رای‌دهی به گونه اساسی مسئول بودن و دروازه پلیس استاده بود. مردم واقعا با تمام سرسپردگی آمدن پای صندوق رای. من یک پیرمرد یادم است که 2 ساعت با خودم در صف منتظر ماند. پس از اینکه ای آمد گفتنش که سر نام تو عین است، برو در گروپ عین. ای رفت در گروپ عین، از اونجا نامش پیدا نشد، آمدن پس در این گروپ. خلاصه بعد از 2.5 ساعت انتظاری گفتن نامت در لیست رای دهنده ها نیست، پدرتون نمیتونه رای بده و او بیچاره با شناسنامش برآمد از محل رای دهی. مدیریت امین است. یعنی اگر واقعا وجدان باشه، اگر واقعا فهم باشه، جرأت باشه، جرأت اخلاقی باشه، طرف میگه که ما واقعا ناتوان بودیم و این پروسه را مدیریت نکردیم، تا این جای کار این گونه شده، از این به بعد نظارت، بازشماری آرا، ابطال آرای بدون بایومتریک و بعد سیات و سقم و سره و ناساره کردن صندوق های رای. ببینین نفر برای من سند دارم که این حرفا میگم، ده ها سند جدی دیگر هست. در لیسه نادریه نفر 190 رای را به نفع یک آدم تقلب کرده. بعد از اینکه دستگیر شده، نزدیکان یکی از مقامات ارشد وزارت داخله بوده، چون وابستگانش نامزد بوده، پس اون با ایش تماس گرفته شده که اگر شما
امید رای را دنست میکنین، به خیش امام این رای را میتین، شما را ما بازداشت میکنیم و آزاد میسازیم. ویدیوش پیش ما هست، جریان تقلبش پیش ما هست. خب دقل این اسناد و مدارک چرا شما تا به کمیسیون شکایات انتخاباتی نسپردید؟ به کمیسیون شکایات انتخاباتی اسناد رسیده، پیشنهاد ما برای بازشماری آرا و ابطال آرای بدون بایومتریک رسیده و پیشنهاد ما به منظور رسیدگی کارمندان کمیسیون انتخابات که به نفع پیصدارا و پولدارا چی در صوفی اسلام خب دقل در اون مورد موضوع حل است. کمیسیون مستقل انتخابات گفت کسایی که کارمند کمیسیون هستن، مرتکب تخلف و تقلب هستن، اونا مجازات میشه. خب دقیق است، وقتی که مجازات هم نشن این نمیشه، ولی اساسی ترین خواست نامزدان بیننده های محترم این گونه تعبیر نکنن که نامزدانی که بازنده هستن جدی هستن. قصه همین است که سره و ناسره شوه، واقعا بازشماری شو مرد میدان را و آنانی که مردمی است واقعا معلوم میشه. اگر ما بازنده بودیم میپذیریم و اگر پیروز بودیم طرف بپذیره که واقعا بازنده میدان. تشکر آقای ابراهیم زای. واقعا حال رای حل چی است به خاطر اینکه مشروعیت انتخابات زیر سوال نره و حداقل نتایجی که اعلان میشه مورد پذیرش نامزدا و مورد پذیرش مردم باشه؟ خب حالا من فکر میکنم که این مسئله از تعداد با چالش ها مواجه است. یک چیزی که بسیار مهم است، خب حداقل ما و شما در یک عمل انجام شده قرار داریم، عمل انجام شده قرار داریم. همین مسئله انتخابات به ما یک مثال میتونم مثل تخم مرغ و گوشت خرگوش و گوشت اسب است. از لحاظ شرعی حکم از این سه چیز هر چیز یکی است، اما تخم مرغ 99% مردم که استفاده میکنه هیچ مشکل نداره از لحاظ شرعی، اما با گوشت اسب و گوشت خرگوش شما میبینید که بعضی مشکلات است. انتخابات در حقیقت مشروعیت سیاسی یا اعتماد سیاسی خود از دست داده. آره یک چیز میتونه که این مسئله را حل بکنه. برکناری هر هفت کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات به شمول رئیس دانشگاه و معاونینش. در عوض یک کمیته 3 نفره یا 5 نفره تکنیکی بی‌طرف مسئله را بررسی بکنه. به این معنی میتونیم که بگیم کسی که رای بایومتریک نشه باید باطل شه. او بیچاره پیرمرد را که آقای شرق قصه میگونه. او بیچاره خود نامش این خود مشکل کمیسیون است که حق از او را گرفته. این مشکل کمیسیون است که دستگاه بایومتریک شک جای کار نکرده. خب حداقل ادعاهای هم وجود داره مبنی بر این که پس از اینکه کمیسیون تصمیم خود اعلان کرده که بدون بایومتریک هم رای داده شوه در برخی از ولایت‌ها صندوق پر شد. این کمیسیون بیچاره خب به حد مظلوم و بیچاره و بی‌سواد و بی‌کفایت است. یک بار شما یاد دارین در قسمت ثبت نام رای دهنده هم اعلان کردن که با فتوکپی تذکیره باید ثبت نام صورت بگیره، یا با تذکیری اصلی شما می‌بینین که لیست ترتیب کرده نمی‌تونن. همین 4-6-7 تا مفتخور کونجه است، کسش ملا بوده، کسش کدام جای خربوزه مفروخته، امی 7 نفر بیاید در حضور داشت مطبوعات از ملت شریف افغانستان معذرت بخواه، رئیس دارانشاه و یک معاون بیکفایت و بیسواده که در بحث معاونیت عملیاتی آمرده که اصلا وظیفه کلکشن یا منج مواد حساس از وظایف بخش عملیاتی است. امی برادر به خاطر که از یک ولایت خاص است و اونجا در کمیسیون و نفوذ کردن و در هر خب حداقل اگر قرار باشه که امی 5 نفرم برکنار شوه و حداقل میکانیزمی که این آرا را بتونه سیاه و سفید جدا بکنه با تجربه که شما دارین چی است؟ ببینید در انتخابات تقلب یک امر حتمی بوده است، با دلیل ازی که وقت اگر تقلب نباشه مثل که شما در قوانین ترافیک میبینین حادثه ترافیکی است، قانون ترافیک ساخته شده. خب حداقل با انتخابات های گذشته تفاوت داره که چند بودی است، حداقل بودی است. ببینید با متریک است امی ما براتون میگم که ما پروسه را به هر حدی که مغلق بسازیم به مو اندازه جنجال زیاد صافتر. خب حالا که مغلق شده دیگه، حالا مغلق شده، حالا یگانه رای حل همی است به خاطر از اینکه برای حکومت، حالا بعضی دوستا سر حکومت میخواین کمی بار ملامت سر حکومت بندازه. حکومت بودجه را تهیه کرد، حکومت بر از اینا پول داد، حکومت معاشه ازیا را بلند ساخت، حکومت بر ازیا سکیوریتی داد. با واقعیتش همی است که بعضی نارسایی‌ها در حکومت هم بود، اما مردم شجاع افغانستان رفتن به پای صندوق‌های رای. حالا یک تعداد دوستا، یک تعداد کاندیدا واقعا رای مردمی داره، رای گرفته، بلندترین ارقام گرفته. ما نمیتونیم که به خاطر اینکه یک پروسیجر چتل را بکنیم که گلاجان آزان بده و یک چیزی را سر مردم تحمیل بکنه. یعنی فکر میکنین راه حلی است که امی میکانیزمی که صورت گرفته آرا داده شده در چند بودی که است به شکل همه جانبه بررسی شود، تنها میار قرار داده نشه که بایومتریک باشه یا غیر بایومتریک. من قبلا هم گفته بودم که اینا طرز عمل ندارن، اینا پروسیجر ندارن، اینا برای هیچ کار خود پلان بی ندارن، یا به نام طرز عمل و پروسیجر شنیدن اما نمیشناسن. به شرط شما زنگ بزنیم به رئیس کمیسیون انتخابات بگید طرز عمل یک تعریف بکن،
اون نمیفهمه. فقط رای حلش به خاطر کی پروسه را اعتماد ببخشه و او شهیدایی که در حادثه علمناک، اول درود میفرستم بر ارواح همو شهدایی که در محل ریدهی در اثر عمله انتحاری جانشگیری نشان را از دست دادن و زخمی هایش هم شفای عاجل میخواهیم، به خاطر که روح از اونا تسکین پیدا کنه. امی افتا بکفایت مشمول رئیس دانشگاه و ماموینینش از وظیفه برکنار کنن، مسئولین درجه یک در سطح ولایت که بی‌بندوباری ازشان رخ داده اینا را برکنار کنن و اینا را بسپارن به چنگال قانون، بعدن یک کمیتی تو نیست که قطع رجال از در حداقل برکناری حداقل یک بار تجربه شد. ببینین رهبری پیشین برکنار شدن اما رهبری بدن بازم متاسفانه برکناری قبلی تا برکناری حالت متفاوتر است. کمیسیون قبلی بدون شک بعض مشکلات در افغانستان مطابق به شرایط افغانستان بود، اما در کمیسیون انتخابات حالا کتاب جانکیری دیگه دوسیه بسته کرده که میسونه قبلی نه. کسی به خاطر 20 میلیون دلار تلاش میکرد که امور 50 میلیون دلار بگیره و حکومت دو سران هم کسی دیگه پیشنهاد کرده. حداقل اون کمیسیون توانایی را داشت که یک دور انتخابات کنه، دور دوم انتخابات به جای بگیره. به این اندازه رسوایی پیش از انتخابات نبود. تشکر. هیچ موردی رو شما نمیبینید در انتخابات قبلی که مواد اساس یک ولایت به دیگه ولایت بره. این بیچاره منیج کردن این مواد اساس که یک چیز بسیار ساده و عادی است. فقط بر کناری از این بزرگوارا و یا خودشان جرأت سیاسی به خرج کنن، جرأت کنن، گرچه بیچاره کسایی هستن که از بست پنج بالا کار نکردن، بیان از ملت شریف افغانستان معذرت بخوان، اما اتاقای تشنابدار لوکس اعلام کنن، موتورای زریر رها کنن، بیان از ملت افغانستان معذرت بخوان و برن به طرف که یک کمیته تکنیکی تحت نظارت احزاب سیاسی، جامعه مدنی، جامعه بین المللی امی پروسه را یک پروسیجر تکنیکی برش بسازن تا قناعت عام جانب. تشکر آقا شرق. حداقل معاون کمیسیون شکایت های انتخاباتی گفته که شکایت هایی که به ما رسیده در حدود 6000 شکایت میشه و احتمال از این میره که آرای شما را از مراکز ابطال شوند و باید کمیسیون مستقل انتخابات در عمو مراکز انتخابات دوباره برگزار بکنه. یعنی فکر میکنین این هم در کنار مواردی را که آقای ابراهیم زای اشاره کردن که یک کمیته تشکیل شوه و این آرا را بررسی بکنه، این هم میتونه یک راه حل باشه؟ یک تلاش است، آرزومند هستم کمیسیون شکایت انتخاباتی رسیدگی لازم را بکنه، ولی بحث برگزاری دوباره انتخابات در این مراکز خلاف قانون است. با در نظر داشت عدم همکاری که میان دو کمیسیون وجود داره، فکر میکنین این بررسی های کمیسیون شکایت اول دیده میشه که معاون کمیسیون و کمیسیون مستقل انتخابات به قانون اشراف ندارن؟ شما آرای یک مرکز که تقلب شده و بعد ناباب و نادرست استفاده شده با دلیل تقلب ابطال میشه، پس اونجا انتخابات میشه، این خلاف قانون است. چنین چیزی اصلا وجود نداره. گپی دیگر این که خب این مورد کمیسیون شکایت های انتخاباتی مطرح کرده. کمیسیون شکایت های انتخاباتی مجموعه آرا را باید سره و ناساره بکنه، البته با نظارت نهادهای ملی و بین‌المللی ناظران نامزدان مجلس نمایندگان، و در کنار این تمامی صندوق‌ها را، قسمی که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته ما بازشماری آرا داشتیم، اتحادیه اروپا و چند نهاد معتبر گزارش خاص خود را داشته باشه، به شرط این که واقعا این کمیسیون و کمیسیون مستقل انتخابات ظرفیتی برای بررسی را داشته باشه که قناعت را فراهم بکنه. خب حداقل ما گفتگو را که با جریان های سیاسی داشتیم، اونا گفتن در صورتی که کمیسیون شکایت های انتخاباتی بررسی همه جانبه از همین 6000 شکایت بکنه، ما تصامیم را میپذیریم. یعنی شما هم چنین دیدگاهی را دارین که بپذیریم؟ دقیقاً به عنوان یک نامزد اگر واقعا آرای بدون بایومتریک ابطال شوه و صندوق ها بازشماری شوه، سره و ناسره شوه، همین شکایات این مورد پسندی ماست، ولی زیر نظارت خودمان. من میدانم که حتی همین کمیسیون به حدی بی استعداد است، به حدی بی استعداد است که در انتقال صندوق هایی که پر شده تا به مرکز هم اینا مدیریت سالم ندارن. مطمئن است. تشکر. وقت تمام است. خیلی کوتاه. همین کمیسیون ها بعد نام از این که کمپاین قبل از وقت نامزدها را 50,000 افغانی جریمه کردند. حالا یا را به کدام دار بزنیم که یک ساعت بعد تقویم نقص کردند، یک بار در لیست فهرست ابتدایی لقص کردند و فعلا انتخابات قرار بود ساعت 7 آغاز کنند، به ساعت 1 حتی به 2 روز این تقویم یا نقص کردند. من نمیفهمم کمیسیون شکایت در این قسمت چی میگه. تشکر. سپاسگزار است مهمانان گرامی و از شما هم تشکر بیننده های گرامی که تا این دم بیننده برنامه پارلمان 97 بودند. تا برنامه بعد، الله نگهدار.